که توی فضای واقع بینانه ای بیان تحلیل کنن که خب ما قراره چی بدیم و قراره چی بگیریم، یه چه مزایایی برای ما داره و چه چالش هایی رو برای ما همراه خواهد آورد. و اینجا هم گفتم یه سری افراد مخالف هستن و هنوز هم صحبت میکنن در رسانه ها، معتقدن که این یه چالش برای چین هست که تنشش رو با امریکا بیشتر خواهد کرد، ولی از سمت دیگه بیشتر و چیزی که من میبینم بیشتر فضای مثبتی هست و این رو یک گام رو به جلو در نظر میگیرم برای چین. اتفاق جالبی که افتاده بود همزمان بودن این امضای توافق با تنش‌هایی که توی مذاکرات اخیر چین و امریکا بود و این باعث شده بود که توی تحلیل‌های مربوط به این توافق همه به امریکا اشاره می‌کردن. از جمله من تیترهای جالبی دیدم، مثلا نوشته بودن سوختن امریکا، حالا من فارسیشو خیلی سادهشو میگم، یا مثلا بعضی ها که حالا اقتصادی تحلیل کرده بودن نوشته بودن اینا اولین تیرهایی هست که برای فروشکستن هژمونی دلاره، چون خب امریکا ایران رو خیلی واضح تحریم کرده و ما داریم میگیم که ما میخوایم با ایران کار کنیم و خب این خیلی واضح در واقع اینو نقض این تحریم هاست و هژمونی دلار در واقع شروع میکنه به شکسته شدن. یا من دیدم که اشاره کردم به پیشبینی 24 سال پیش برژینسکی که جایی ظاهرا گفته بوده که بزرگترین خطر برای آمریکا اتحاد راهبردی چین و روسیه و شاید ایران، یه تعبیر اینجوری، و گفتن که خب برژینسکی رو مثلا صدا کنین، این چیزی که ازش نگران بود این اتفاق افتاده. و همچنین اینو برای من جالب بود که من دیدم چینی ها تو صحبت که میکردن در مورد موضوع گفتن که خب ببینید ما با ایران چجوری همکاری کردیم، چه نوع قراردادی بستیم، ایران تحت فشار امریکا نیست، ما نشستیم با هم صحبت کردیم و یه قراردادی بستیم که اولا با هیچ جای دیگه کاری نداریم، منافع همدیگر رو میبینیم و توی چارچوب سالم و برد برد، یعنی چیزی که مد نظر ما هست، با هم توافق امضا کردیم و این میتونه یه الگو باشه برای کشورهای دیگه منطقه که اینجوری فکر نکنن که امریکا تمام دنیا هست و باید فقط با اونا در واقع ببندن. ما میتونیم بشینیم به عنوان دو تا کشور با هم صحبت کنیم و قراردادی امضا کنیم که به نفع هر دوتامون باشه. این در واقع چکیده و خلاصه ای از مجموع صحبتهایی بود که این روزا توی رسانه های چین، هم رسانه های رسمی و هم غیر رسمی، مطرح میشه در موضوع. بسیار خوب. بعد ارزیابی خود حضرت عالی از این سند همکاری چی هستش؟ به صورت خیلی خلاصه بفرمایید. خب بحث که مفصل، آقای دکتر هم مباحث خیلی خوبی مطرح کردن با تجربه سابقه حضور ایشون در چین، خیلی مباحث در واقع واقعی هست. چیزی که به صورت خلاصه میشه گفت از منظر ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی که حوزه کاری من هست، این هست که ما به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی توجهمون به امریکا و جهان غرب بیش از اندازه بوده و حتی به اندازه بوده که شناخت ما از شرق یا از چین از کانال غرب هست. یعنی همین الان ما تصویری که از چین در ایران هست اون چیزی هست که مراکز مطالعاتی امریکایی دارن یا غربی دارن مخابره میکنن. و ما اگه به چین نگاه کنیم به عنوان یه الگوی خیلی موفق یا نسبتاً موفق سیاسی و اقتصادی، این به ما کمک میکنه یه تصویر متوازن‌تری از در واقع روابط بین‌الملل در سیاست خارجیمون داشته باشیم. و خب به نظر من خیلی بدفهمی‌ها و کج‌فهمی‌ها وجود داره در مورد چین. خب چین یه تاریخ خیلی گسترده‌ای داره، بعضی موقع تو ایران صحبت میشه همه میگن که چین مثلا یهو قدرت گرفته. خب چین برای قرنها قدرت بوده. من دیدم اخیراً آقای دکتر زریق گفتن که خب مثلا ما چین تازه قدرت شده و ما مثلا 10 سال این اتفاق افتاده. نه اینجوری نیست، چین همیشه قدرت بوده. بله از 10 سال پیش خب ما یه خیزش و یک طلوع مجددی رو دیدیم که حالا فقط در واقع بحث رشد چین نبود، اتفاقایی که بحران مالی که توی امریکا و غرب رخ داد هم به این موضوع کمک کرد که یهو چین خیلی درخشید. و خب ما باید اون موقع این موضوع رو میدیدیم، یعنی تمام نشانه ها همون موقع و حتی در مراکز مطالعات امریکایی هم همه این رو میگفتن، یعنی همه میگفتن که تو سال 2030 اقتصاد چین از اقتصاد امریکا پیشی خواهد گرفت. و جالبه که با اتفاقایی که اخیراً سر موضوع ویروس افتاده همه این پیشبینی‌ها چند سال هم تا اومده به جلوتر، یعنی الان میگن سال 2026 این اتفاق خواهد افتاد.
چون که در سال 2020 اقتصاد امریکا 2.3% نزول